کلیپ های تکون دهنده دختر آبادانی که در توییتر ترند شد یک بار دیگه توجه بسیاری رو به ماهیت زن ستیز و جنایت پیشه آخوندها و جنایتی که در این رژیم اتفاق میفته جلب کرد. کاربران توییتر از این جنایت گفتند، از دست های پشت پرده و از تلاش های رژیم برای رفع و رجوع این جنایت بعد از این اتفاق و اینکه چه باید کرد. سرزمین اشغال شده، دختران به اسارت برده میشوند، مردان به دار آویخته میشوند. در توییت دیگری اومده تصویر صورت خونی نداست. یکی را حکومت کشت و دیگری زخمی فرهنگ و قانون و سیستمی که حکومت پشتیبان آن است. مأمور حراست، زنان همدست و مرد متجاوز آزاد هستند و او زندانی است. هیچ چیز درست نمی شود تا این تباهی 41 ساله ساقط نشود. کاربر دیگه داستان دختر آبادان رو داستان بسیاری از زنان و دختران ایران توصیف کرده که طی این سالها لگدکوب ظلم و ستیز آخوندها بودند. قصه بهار دختر آبادانی قصه تلخ و تکراری سرنوشت و زندگی بانوان سرزمینیه که در اون زن بودن گناهی نابخشودنی و زن ستیزی رفتاری عرفی و شرعی و قانونی است. کاربر دیگه هم پرونده های مشابهی رو یادآوری کرده و نوشته انتشار تصویر هولناک دختر آبادانی در مدیا و ترند شدن هشتگ اون جدای از به تصویر کشیدن کثافت قوانین مردسالار جمهوری اسلامی دوباره تصویر فرخنده، ریحانه و زهرای دیگری جلوی چشمم جان گرفت. گویای مبارزه بی امان مردم مبارز برای به زیر کشیدن حکومت قاتل مردم و ناقض حقوق برابر زنان است. اما وقیحانه‌تر این که دادستان همون روز اعلام کرد که با کسانی که تصاویر رو منتشر کردن برخورد میکنه. یعنی مجرم اصلی در واقع کسانی هستن که روشنگری میکنند و حقایق رو منتشر میکنند. دوستان، دادستان آخرش فهمیدین چی گفت؟ با افرادی که فیلم دختر آبادان رو منتشر کردن برخورد میشود. فکر کنید مثلا پلیس آمریکا بعد از ماجرای جورج فلوید میافتاد دنبال منتشر کننده ویدیو. اینجا جمهوری ظالمانه. ما فقط مجازیم اعتراف اجباری و هر چی دوست داریم منتشر کنیم. البته بعد از اون به فاصله خیلی کوتاهی سریال های دستساز رژیم از گزارش در صحنه تا گرفتن اعترافات اجباری و پخش در صدا و سیمای حکومتی باعث شد که خشم و انزجار کاربران مجازی بیش از قبل بشه. هر کسی اعتراض کنه یا نماد دادخواهی بشه با دروغ و تهمت میکوبنش و توی سیرک رسانه میچرخوننش و با تهدید ازش اعتراف اجباری میگیرن. فرمول بیرحمانه جمهوری اسلامی که مردم دیگه بهش پی بردن و فریبش رو نمیخورن. کاربر دیگه نوشته هر کی ندونه دیگه ماهایی که دستی تو کار داریم میدونیم داخل اون استودیو خبر 23 شبکه 2 چه خبره. پنهانکاری حقایق داخل کشور به هنر هر روز این بخش خبری تبدیل شده. کاش خودتون از مردم میدونستین. کار خبرنگار افشاگری است، نه پنهانکاری. در توییت دیگه هم به لشکرکشی عظیم تمام سیستم رژیم حاکمی برای پوشاندن حقیقت و ماسمالی این جنایت اشاره شده و اومده در ماجرای دختر آبادانی به فاصله چند ساعت از وقوع جنایت نظام با تمام لشکر رسانه‌ای خودش از جمله صدا و سیما و دیگر عمله‌های عادی ساز جنایتش به صورت گسترده به میدان آمد تا با همان روش‌های تهدید و ارعاب جای مظلوم و ظالم را عوض کند، همان کاری که 40 سال با جایگاه جلاد و شهید کردند. اما در بسیاری از توییت‌ها هم مردم خشم خودشون رو علیه نظام فاسد آخوندی روایت کردن و تصویر کشیدن و از این گفتن که در برابر چنین سیستم فاسدی چه باید کرد و چه برخوردی باید کرد. جوانان آبادان نباید بگذارن جنایتکاران از حسابرسی در امان بمانند. باید با آتش به جنایتکاران پاسخ داد. نباید اجازه داد دختران ستمدیده ایران اینطوری در زیر سم سطور خامنه‌ای جنایتکار هتک حرمت بشوند. دیگر بس است. کاربر دیگه هم با یادآوری سایر جنایت های رژیم آخوندی از دختر آبادانی تا قیام خونین آبان نوشته برای دادخواهی دختر آبادانی، برای دادخواهی دخترها و پسرهای آبان خونین باید همه ما نوید افکاری بشویم، باید مصطفی صالحی بشویم، باید اسقر نحوی پور بشویم، آری باید ریحانه جباری بشویم و حق مأمور اطلاعات را کف دستش بگذاریم. یکی دوتا نه، هزاران تا، بیشماران تا، باید آبان دیگر بسازیم. برای در روزهای پایانی دیکتاتور هر چقدر که سرکوب بیشتر بشه و هر چقدر که سانسور و دروغگویی برای
سفیدسازی چهره جنایتکاران بیشتر بشه، محصولی جز خشم بیشتر مردم و نزدیک شدن قیام و اعتراضات نخواهد داشت. با تشکر از همراهیتون، تا فرصت دیگه خدا نگهدار.